سلام من آرشم اینجا کانال پرژن پویتری و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقمندان به شعر و ادب پارسی هستید بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای قسمت 21 از تفسیر مصنبی معنوی خب همونطور که عرض کردن رسیدیم به قسمت 21 م اگر 20 قسمت قبلی رو تماشا نفرموندید لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم حضورتون میکنم حتما تماشا بفرمایید داستان های متعددی رو بیان کردیم و خب الان هم وسط داستان پادشاه جهود نسرانی کش هستیم البته عذرخواهی بکنم همین ابتدای پست گرفتگی صدا هم اگه آزارتون میده پوزش میتلبم یه خلاصه ای از داستان پادشاه جهود نسرانی بگیم عرض کرده بودم خدمتون که این داستان حدوداً 400 بیت داره یکی از طولانی ترین داستان های مصنوی معنوی است بنابراین مولانا طبق عادتش در بقیه داستان ها بسیار از داستان بیرون زده تا مفاهیمی که میخواد به شما منتقل بکنه رو آن گونه که خودش میپسنده به شما منتقل بکنه کاملا شیرفهم بکنه مفاهیم رو بنابراین خیلی ممکنه در داستان ها بیرون زده باشه از سیر اصلی داستان و نیاز هست که با هم مرورش کنیم داستان از اونجا شروع شد که با یک پادشاه جهود نصرانی کش مواجه شده بودیم پادشاه یهودی که به واسطه پیروی از دین موسا پیروان دین ایسا رو به قتل میرسون میکشت آزار میداد شکنجه میداد و خب مفصل راجع به مسائل مولانا صحبت کرده بود که این ریشه در تعصب داشت چون اگر این پادشاه یا هر شخص دیگری در حقیقت حق رو درست ببینه متوجه میشه که تمام پیامبران خدا نورشون رو از یک منبع میگیرن و من نباید تفاوتی بین اینها قائل بشه اگر پیرو به یک کدوم از این ادیان هست با ادیان دیگر دشمنی بکنه بگذاریم این کار خیلی رو انجام میداد یعنی خیلی مستقیم مواجهه میکرد با ایسویان و عرض کردم اسیرشون میکرد میکشتشون و این باعث شد که یک رعب و وحشتی جامعه رو بگیره و خب اونایی که میترسیدن از این رفتار پادشاه قدرت هم داشت خب پنهان میکردن یعنی در ظاهر نشون میدادن که اونها هم اهل در حقیقت دین یهود هستن پیرو موسا هستن اما از درون و بطن و باطنشون پیرو ایسا بودن یه وزیر خیلی هیلگر داشت که وزیر مکار داشت با خوش هم بود رو میکنه یه روز با پادشاه میگه این کار نکن تو این شکلی بخوای بزرگ شمشیر اعتقاد اینها رو از اینا بگیری نمیتونی اینا ممکنه به واسطه ترسی که از تو دارن این رو پنهون بکنن اما در درون هنوز پیرو عیسی باشن اگه تو میخوای واقعا ریشه اینا رو بخوش کنی راهش این نیست تو بیا منو مسله کن دستامو قطع کن بینیمو ببر منو ببر تا لب چوبه دار و بعد اونجا منو ببخش و بعد تبعیدم بکن بین مسیحیان من اونجا میرم میگم چون من هم مثل شما مسیحی بودم عیسوی بودم با منی داره من یه همچین رفتاری شد حالا من شانس آوردم جون سالم به در بردم و میرم بین اینها شراشور بین اینها فتنه میندازم و اینها رو از هم جدا میکنم درون اینها اختلاف ایجاد میکنم هنوز به این بخش نرسیدیم در قسمت های بعدی بهش خواهیم رسید از این موضوع از این دامی که وزیر برای عیسویان پهن میکنه که بینشون اولا شناساییشون کنه بعد بینشون اختلاف بندازه مولانا استفاده میکنه که به ما نشون بده در مسیر طریقت یک ساله که نوپا که در این مسیر قدم برمیداره با دام های بسیاری مواجه میشه نه فقط سالک همه ما اما خب بحث مولانا در رابطه با طریقت هست بنابراین منظور نظرش و مقصود نظرش هم سالک هست که خب با دام های متعددی روبرو میشه مثل همون ایسویان وقتی که این میره به این شکلی مسله شده با بینیه بریده شده و خب ادعای این رو میکنه که من از تأثیر گذاران دین مسیحیت هستم به همین واسطه با من پادشاه این کار رو کرده بین اونها محبوب میشه دیگه همه هم, هم بهش اقتدام میکنن و این رو یک نوع دام میدونه و در ادامه رو میکنه به خدا و میگه صد هزاران دام و دانسته خدا ما چون مرغان هریس بینوا دم به دم ما بسته دام نویم هر یکی گرباز و سیمرغی شویم میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی می رویم ای میگه نفس ما حریست و پرتمعه بنابراین دم به دم درگیر این دام ها میشیم دم به دم ما بسته دام نویم هر یکی گرباز و سیمرغی شویم اگه بلند پرواز هم باشیم خودمون رو دست نیافتنی هم ببینیم اونجا هم باز یک دامی رو پیدا میکنیم و اسیرش میشیم و به خیال خودمون صالح هستیم و عمل نیک انجام میدیم نتیجه ای نمیده این عمل نیک برای ما چون نفس ما نفس خطاکار ما نفس قدرت طلب ما نفس شهوت پرست ما مثل یک موش میمونه در انبار گندمی که از نیکی ها ذخیره کردیم و به طرفت العینی تمام این نیکی هایی که کردیم رو این موش نابود میکنه همون نفس جلوتر ابیاتی رو گفته بود ما در این انبار گندم میکنیم گندم جمع آمده گم می کنی. موش تا انبار ما حفره زده است و از فنش انبار ما ویران شده است اول جان دفع شر موش کن وانگهان در جمع گندم کوش کن اول شما باید نفستون رو در بند و اسیر بکنید اون موقع برید به کار خیر بپردازید اون موقع در این مسیر قدم بردارید چون شما هر چه نیکی هم بکنید هر چقدر صالحانه هم فکر بکنید در ظاهر دارید زندگی میکنید در باطن اینگونه نیست نفس شما دنبال شهوترانی و دنبال قدرت طلبی و دنبال منیته حالا یه روزی شاید راجع به زهد و مراحلش باهاتون صحبت کردم اصلا عرفا در رابطه با این موضوعات اعتقادات خاصی رو دارن اینکه یک زاهد ممکنه زهد پیشه بکنه ممکنه نعمات دنیا رو کنار بذاره از این جهت که خب می ترسه و ترس از عقوبت داره ترس از این داره که اگر منع شده اون دنیا درگیر آتش دوزخ بشه و خب این اصلا برای عرفا ارزشی نداره میگن شما از ترس داری این کارو میکنی شخص دیگری هست زاهد دیگری که او هم زهد پیشه میکنه از این جهت که به مکان بهتری در اون دنیا دسترسی پیدا بکنه این هم بین عرفا محلی از اعراب نداره چون معتقدند که شما باز هم داری برای کسب منفعت این کار رو میکنه و چه فرقی داره منفعت رو در این دنیا کنار گذاشتی دنبال منفعت در آن جهان هستی خب این تفاوتش در چیه آره درسته او زهدی که اینجا میکنی قبوله نعمات رو کنار گذاشتی شاید اون دنیا خب به بهشتی هم رسیدی اما این, این معنی دقیق زهد نیست این معنی دقیق در بند کردن نفس نیست کسان دیگری هستن حتی در مراحل دیگری که زهد خاص هست براشون که دلشون میخواد با صالحین اونور محشور بشن یعنی در درگاه خدا جایگاهی داشته باشن و اونها رو هم در همین رتبه میدونه میگه بله شما زهد پیشه میکنه چیز رو نمیبینید اما باز هم شما درست نگاهی به بهشت هم نداری دلتون میخواد اونور رو سفید باشید اما باز هم دلتون میخواد به دلیلی زهد دقیق اینه که شما همه چیز رو در کنار داشته باشید و نبینید به هیچ دلیلی به غیر از او نبینید نه اینکه به زور این نعمت ها رو کنار بگذارید جلوی چشم شما باشه اما حقیقتا نبینیدش پس از اینکه از نفس با عنوان موشی یاد میکنه که در حال درو کردن انبار وجود ماست انباری که نیکی ها رو ذره ذره مثل گندم درش ذخیره کردیم اما این نفس موش صفت داره دروشون میکنه و اصلا اجازه نمیده که این نیکی ها در ما تأثیری بذاره و ما رو به ورژن بهتری از خودمون تبدیل بکنه هرچی عمل نیک انجام میدیم هرچقدر صالح زندگی میکنیم باز هم میبینیم در انتها درگیر دنیا پرستی و دنیا دوستی هستیم یعنی واقعا نتونستیم چشم پوشی بکنیم از دارایی هامون و از نعماتی که در جهان هستی در این عالم تنگ بهش برخورد میکنیم حالا جلوتر میپردازم بهش رجوع میکنه به خدا دعا میکنه و انرژی میگیره میگه وقتی تو حواست به ما هست اگر تو حواست به ما باشه ما غمی نداریم گر هزاران دام باشد در قدم چون تو با مایی نباشد هیچ غم از این موضوع هم میاد بیرون و یهو میپردازه به خواب عرض کردم گسست های بسیاری در این داستان هست فراز و فرود های بسیاری داره از این جهت که مولانا میخواسته مفاهیم متعددی رو به ما بگه و برامون شرح و بست بده از این جهت پرش های متعددی داره داستان میکنه به خدا میگه اگه تو حواست به ما باشه ما غمی نداریم و میره میپردازه به خواب میگه خدا خواب رو برای این قرار داده برای بشر که حتی موقتی بفهمیم وقتی روح از بدن جدا میشه در خواب دیگه درگیر مادیات نیست و بدون محدودیت در عالمی پرواز میکنه که بهش در پست قبلی پرداختیم بدن صاحب اون روح جسد صاحب اون روح وقتی که میخوابه دیگه درگیر این نیست که آیا سلطانه یا زندانی درگیر این موضوعات نیست درگیر محدودیت های جهان محسوسات نیست و توضیح میده همه ما این حالت رو داریم در خواب هممون باید بخوابیم تا به این نقطه برسیم اما حال عارف این بود هم. خفته از احوال دنیا روز و شب چون قلم در پنجه تقلیب رب عارف نیازی نیست بخوابه و این وضعیت رو داشته باشه ما هر شب باید چند ساعت بخوابیم خدا این حالت رو برای ما قرار میده که ما روحمون آزاد بشه بره در عالم دیگری و درگیر محسوسات نباشه اما عارف در عین بیداری در همین عالم به سر میبره دست از جهان مادی در بیداری هم کشیده و روحش در حال پروازه توضیح میده این گونه مردانی هستند در کنار شما اما وقتی چشم و گوشتون رو روشون بستید چه فایده ای داره وقتی قرار نیست اینها رو ببینید و در حقیقت از تعلیماتشون استفاده بکنید وقتی چشم شما فقط چشم روی سرتون فعاله و در حال دیدن جهان محسوسات و دنیا پرستیست چگونه میخواید این آدم ها رو در کنار خودتون ببینید ای بسا اصحاب کهفن در جهان پهلوی تو پیش تو هست این زمان یار با او غار با او در سرود مهر بر چشم است و برگوشد چه سود پس از این برای توضیح اینکه چگونه می شود ماهیتی رو در مقابل چشمانتون داشته باشید اما نبینیدش داستان خلیفه و لیلی رو به میون ماجرا میاره همونطور که عرض کردم داشت میگفت عارفانی هستند مردان الهی اولیای خدا در هر عصری هستند در کنار شما زندگی میکنن اما شما وقتی نمیخواید ببینیدشون یا حالا آمدانه یا از روی صحو نمیتونید ببینیدشون چه فایده ای داره اگر بر چشم و گوشتون مهر باشه اگر چشم و گوشتون درگیر عالم و جهان محسوسات باشه درگیر دنیا باشه این, م این مثال رو میاره داستان خلیفه و لیلی که جذاب هم هست گفت لیلی را خلیفه کانتوی که از تو شد مجنون پریشان و قوی از دیگر خوبان تو افزون نیستی گفت خاموش چون تو مجنون نیستی لیلی رو میارن پیش خلیفه خلیفه بهش میگه مجنون به خاطر تو دیوونه شده بود تو که همچین زیبایی ظاهری خاصی هم نداری که از دیگر خوبان تو افزون نیستی و اینجا لیلی پاسخ میده که نه من از دیگر خوبان افزون هستم اگر تو چشم لیلابین داشته باشی اگه تو مجنون صفت باشی و من رو نگاه بکنی چشمت به اون چیزی که باید روشن بشه روشن میشه شما نمیخوای ببینی و شما اون چشم رو نداری توضیح داد که این بیداری ظاهری که فقط چشم روی صورت شما باز باشه از صد تا خواب قفلت بدتره چون به حق بیدار نبود جان ما هست بیداری چو در بندان ما فایده نداره اگر شما چشم دلتون به حق روشن نباشه باز نباشه و فقط چشم روی سرتون باز باشه به همین جهان محسوسات و فقط دنیا رو ببینه هست بیداری چو در بندان ما این بیداری بدتر مثل اسیری میمونه مثل زندان میمونه این مدل بیداری روح شما رو در زندان جسم و نفستون اسیر میکنه بنده درخواست های نفستون خواهید شد همون بهتر که خواب باشید حداقل این نفس موقع خواب اسیره و روح آزادانه در حال پرواز اگر قرار بشه شما چشمتون رو از خواب باز بکنید زمانی که این روح بر میگرده به بدن شما البته طبق تعاریف و مفاهیم عرفا نقد اینها رو در پوست های دیگری انجام خواهید داد بلا فاصله پس از اینکه شما چشمتون رو باز میکنید و این روح به بدن شما برمیگرده شما اسیرش بکنید و فقط درگیر جهان محسوسات باشید درگیر عدد و رقم باشید و نذارید این روح پرواز بکنه این بیداری که برای شما فقط اسیر کردن این روحه که میکنیدش در زندان تن جان همه روز از لگد کوب خیال و زیان و سود و خوف زوال نی صفا میماندش نی لطف و فر نی به سوی آسمان راه سفر اینجا به پدیده خیال اشاره کردیم از نگاه مولانا اگر قسمت قبلی رو ندیدید حتما تماشا بفرمایید بسیار مهمه مولانا در مصنوی و در دیوان شمس از خیال صحبت میکنه از دو گونه خیال که هیچ وقت مشخص نمیکنه کدومش به کدومه یک نوع خیال خیال متصل هست که همه ما بهش دسترسی داریم همون چیزی که در عالم خواب تجربهش میکنیم و گاهی ممکن در بیداری هم خیالاتی بشیم اون همه ما بهش دسترسی داریم عالمی است که همه ما ممکنه درگیرش بشیم اما خیال دیگری هست به نام خیال منفصل که ارز کردم یک دنیای دیگری است بیرون از عالم محسوسات و جای دیگری مولانا راجب این مسئله در ابیات ابتدایی صحبت کرده بودن خیالاتی که دام اولیاست عکس مهرویان بستان خداست این راجبه همون خیالات منفصل صحبت میکنه کار مردان روشنی و گرمی است همین مردان الهی که درگیر این قسم از خیالات هستند توضیح دادم که هستی در حقیقت مادی این عالم محسوسات اینجا اگر قرار داشته باشه عالم خیال پس از اون هست که اگر این عالم محسوسات رو کنار بزنید میرسید به عالم خیال و پس از اون هم که عرض کردم عالم خیال رو هم که کنار بزنید میرسید به عدم یا همون هیچ معروف که کردم هیچی نیست عالم بی است ابیاتی رو از جای دیگه مصنوعی براتون خوندم که قطعا بهش خواهیم پرداخت تنگتر آمد خیالات از عدمزان سبب باشد خیال اسباب غم یعنی شما هنوز در خیال به اوج اون حسی که باید برسید هم حتی نرسیدید از عالم محسوسات فاصله گرفتید زدیدش کنار رفید در عالم خیال اما تنگتر از عدم هست این تنگتر بودن به معنای محدودتر بودن او عالم محسوسات این هستی حس و رنگی که ما الان در زندگی میکنیم رو که خیلی محدود میدونه پس از اون عالم خیال محدودیت های کمتری داره روح شما آزادانه میتونه پرواز بکنه اما کماکان اونجا هم آروم و قرار نمیگیره مولانا میگه تنگتر آمد خیالات از عدم زان سبب باشد خیال اسباب غم باز هستی تنگتر بود از خیال زان شود در وی قمر همچون هلال حالا هستی هم از خیال تنگتر هست و علت این تنگی هستی و این عالم محسوسات ترکیب و عدد هست علت تنگی ترکیب و عدد جانب ترکیب حسامی کشد زان سوی حس عالم توحید دان گر یکی خواهی بدان جانب بران حالا میرسیم بهش بین به ابیات در این ابیات میگه فقط چشم روی سر شما بازه شما درگیر جهان حس و رنگ هستید درگیر ترکیب و عدد هستید درگیر منفعت طلبی هستید و این در عالم خیال منفصل روی شما بسته است اون به خیال متصلی دسترسی دارید که همه دارن و خب خیلی جهان نقدش هم کرده وقتی میگه جان همه روز از لگت کوب خیال این لگت کوب خیالی که به شما میگه این عرصه تنگ زندگی است که پشت هم پشت هم درخواست های نفس شما به شما فشار میاره و حقیقتا یک عالم خیالی میدوندش یک خیال پست و دنی میدوندش اینکه شما نمیدونم دقت کردی یا نه یک نفر دائما در حال کسب منفعت و هرس زدن برای کسب منفعت بیشتر هست و کار به نقطه ای میرسه که اصلا حتی وقت نمیکنه این منافعی که به دست آوردن مصرف بکنه زندگی واقعی نیست این زندگی رو مولانا خیالی میدونه یک خیال پست و دنی همین خیال های متصلی که انباره دنبال ماست نه اون عالم خیال منفصل میگه این چیزایی که شما دنبالشون هستید که هیچ وقت هم حد یقف ندارن یکی بازی بیشتر نیستن که شما رو از مسیر اصلی قافل میکنن و مسیر اصلی شناخت حق هست هم هم اون هم دقت کردید یا نه هممون آرزوهایی رو داریم به این آرزو میرسیم بلا فاصله پس از رسیدن به این آرزو آرزوی دست نیافتن. تری جلوی چشم ما ظاهر میشه و این مسیر همینجوری ما رو میکشه به دنبال خودش و مولانا میگه این مسیر این ره به ترکستان میره در انتها این مسیر مسیر درستی نیست چون شما رو درگیر عالم محسوسات میکنه و شروع میکنه به آوردن مثال هایی که در این قسمت بهش میپردازیم فقط لازم به ذکر هست عبیاتی رو در این بخش مولانا سروده که برای کودکان مناسب نیست بنابراین و اگه اطرافتون کودکی هست یا با هدفون گوش بکنید محتوا رو یا گوش دادن به محتوا رو بذارید برای زمان بهتری بریم ابیات جدید رو بخونیم در بیت 413 و 414 هم میگه خفته آن باشد که او از هر خیال دارد و کند با اون مقال میگه خفته اون کسی است که به هر خیال بی اساسی امید میبنده همین خیالات پست و دنی که انسان در جهان محسوسات درگیرش هست به اون اندازه هم به اینها دلخوش میشه که سرگرمشون میشه باشون گفتگو و مصاحبت میکنه اصلا درگیر اینها میشه و از مسیر اصلی دور میشه این کسی که درگیر این امور به گفته او مبتزل دنیاوی هست اون آدم خفته حقیقی است درسته چشاش بازه و بیداره اما حقیقتا از شناخت حق خفته است از مسیر دور شده که چنین آدمی عمر گرانبه های خودش رو عملا از دیدگاه عرفا برباد داده و به دنبال تحققات خواسته هایی است که یاوه هستند و محلی از اعراب ندارن بی خود به تب و تاب میفته و این عمر هم تموم میشه و به سر میرسه و به آدم بهتری تبدیل نشده به خود نرسیده دیو را چون هور بیند او به خواب پس ز شهوت ریزد او با دیو آب برای بیان حال و هوای این گونه خیالات این گونه آرزوهای مادی که نفس انسان درگیرش هست یک مثال میاره که مثال جالبی هم هست میگه کسی که این گونه قفلت زده است در پی همین خیالات دنیاویست و شهوانی حالا این میتونه این شهوت قدرت باشه شهوت ثروت باشه هر چیزی فقط مسئله جنسی نیست یه مثال میاره که اتفاقا جنسی است میگه حال این آدم های خفته دیو را چون هور بیند او بخواب حال این آدم هایی که از در حقیقت احوال عالم بالا قافلن و خفتن و فقط در عالم محسوسات بیدار هستن مثل کسی میمونه که وسط خواب شیطان رو در قالب یک زن زیبا میبینه و تحریک میشه و در خواب محتلم میشه در خواب ارضا میشه هستن اتفاق ممکنه زیاد بیفته برای آقایون بیشتر این اتفاق میفته برای خانم ها هم این اتفاق میفته در ابیات بعدی توضیح میده چون که تخم نسل او در شور ریخت او به خیش آمد خیال از وی گریخت زمانی که این تخم نسل او یعنی همین بذر تولید و تکثیر رو میگه میگه این آدم مثل آدم میمونه که در خواب شیطان رو در قالب یک زن زیبا میبینه و نه در خواب در واقعیت ارضا میشه و از خواب میپره دیگه وقتی میبینه که این در حقیقت بذر تکثیر و تولید نسل خودش رو بیهوده از دست داده و هدر کرده و ماجرایی نیست همش در خواب رخ داده بود به خودش میاد او به خیش آمد خیال از وی گریخت یه لحظه به خودش که میاد میبینه چه اتفاقی افتاده متوجه میشه خیالی بیشتر نبوده اصلا از خبران نبود همه این چیزهایی که میدید همه این لذتی که داشت درگیرش میشد همه در خواب بود یک لحظه که به خودش میاد میبینه که اینا همه خیالاته حالا این مثال رو برای همه میزنه چون همه در خواب خواب دیدن رو تجربه میکنن اما همه متوجه این موضوع نیستن که این درگیری های مادی که در زندگی دارن خیالاتی از همین قسمه ضعف سر بیند از آن و تن پلید آه نقش پدید ناپدید بسیار زیباست که این آدم وقتی که یهو از خواب میپره و میبینه که این یک خواب و خیال بیشتر نبوده و وقتی خودش رو محتلم میبینه خودش رو ارضا شده میبینه پس از این ضعف سر بیند یعنی احساس سردت میکنه و تنش رو پلید میبینه این تنش رو نجس و ناپاک میبینه و آه از آن نقش پدید ناپدید اینجا میگه اون لحظه به خودش میاد و آهی میکشه از این نقشی که به اعتبار خیال موجود بود اما در حقیقت ناپدید بود ناموجود بود میگه این ممکنه در خواب به این شکل برای شما رخ بده و شما متوجهش بشید اما اگر حقیقتا نفس شما درگیر دنیا پرستی باشه نه شهوت جنسی صرفا درگیر نعمت اندوزی از همین عالم محسوسات باشه الان نمیفهمیدش یه روزی میشه که از این عالم بالاخره میاید بیرون روزی که میمیرید و یه لحظه به خودتون میاید متوجه میشید بعد یک آهی بکشید چون همه اینها خیالاتی بوده که در عالم خیال ذهن شما موجود بود اما در حقیقت قرار نبوده که به کارتون بیاد و میشن نقش پدید ناپدید زمانی که در خاک میرید مثل بقیه هم عرض بقیه هستید هر چقدر هم که منفعت کسب کرده باشید و روش حساب و کتابتون در جای دیگه به گونه دیگری است در بیت 417 هم به بعد مثالی رو برای شما مطرح میکنه که مفصل بهش میپردازیم در جای جای مصنوی این نوع نگاه مولانا مشهوده میگه مرغ بر بالا و پران و سایش میدود بر خاک پران مرغوش ابلهی سیاد آن سایه شود میدود چندان که بیمایه شود میگه یک پرندهی بر اوج آسمان پرواز میکنه و خب سایش میافته زمین دیگه میدود بر خاک پران مرغوش یعنی این مرغوش یعنی مثل مرغ هست اما خب یک سایه است دیگه ابلهی سیاد آن سایه شود میدود چندان که بیمایه شود حالا میپردازیم به اینکه ماجرا هستن از چه قرار هست مولانا این کامجویی های دنیاوی رو دقیقا با این مثال برای شما بیان میکنه میگه یک پرندهی در آسمان پرواز میکنه سایش میفته رو زمین و یک سیاد نادان که همواره چشمش به زمینه و اصلا سرش رو بالا نمیکنه پهنه وسیع آسمون رو نگاه نمیکنه این سایه پرنده رو روی زمین میبینه و میپنداره که این خود همون پرنده است و این خیال دنی و این خیال پست و سطحی نگری بر او غالب میشه و به دنبال این سایه میدوه شتابان هرچه تیر در ترکش داره هم حروم میکنه برای شکار این مرغ در صورتی که هیچ وقت هم بهش نمیرسه این سیاد هر چقدر هم دنبال این سایه و دوه، تیر به نوزه سمتش نمیتونه سیدش بکنه سرانجام همه توش و توانش رو برای این کار بیهوده و نابخردانه به هدر میده و ترکشش خالی میمونه این میشه حالی که یک انسان دنیا پرست داره عرصه دیگری رو نمیبینه او داره سایه حقیقت رو اینجا میبینه حق موجود حقیقی است که در صور تعینات در عالم دیگری مشهوده بنابراین کسی که عالم این عالم موجود رو این هستی حس و رنگ رو این جهانی که در زندگی میکنیم رو یک موجود حقیقی میدونه دقیقا مثل همون سیاد ابله میمونه این دقیقا شرح حال یک انسان دنیا پرست خیالندیش هست که به مولانا این انسان دنیا پرست به سبب این خیالات وهمالودی که داره و این در حقیقت انگیزه های نفسانی که داره یه پرده بین حقیقت و مجاز براش کشیده میشه دیگه نمیتونه تفکیک بکنه حقیقت رو از مجاز این مرغ اینجا نماد همون حقیقت هست و سایه این مرغ نماد وجود مجازی مولانا میگه سرچشمه همه این زیبایی های جهان جمال الهی است که سایه اون روی همه موجودات هم افتاده و اونها رو زیبا کرده کسی که به این اشیا داره نگاه میکنه و زیبایی اینها رو مستقل میدونه قائم به ذات خود این اشیا میدونه در خواب و خیالات به سر میبره چون از منبع حقیقی این زیبایی ها چشم بوشی کرده اینها همه سایه زیبایی جمال الهی هستند و کسی که این زیبایی ها رو عرض کردم مستقل از همین اشیاء و از همین مواد میدونه از همین عالم حس و رنگ میدونه اگر زیبایی درخت رو در خود درخت میدونه زیبایی فلان چیز رو در خود فلان چیز میدونه و معتقد این زیبایی و این جمال قائم به ذات اونهاست پس درگیر همینها میشه فارغ از اینکه اینها سایه جمال الهی است پس درگیر سایه ها خواهد شد دقیقا مثل همین سیاد ابله ابلهی سیاد آن سایه شود میدود چندان که بیمایه شود انقدر دنبال همین سایه ها می دوه که تاب و توانش رو از دست میده بیخبر کن عکس آن مرغ هواست بیخبر که عکس آن سایه کجاست میگه این سیاد قافل ابله که سرش رو نمیگیره بالا و مرغ رو در آسمان ببینه و درگیر سایه شده مسلما همون کسانیست نماد همون کسانی هستند که زیبایی های این جهان رو اصل میپندارن در صورتی که زیبایی های این جهان ارز کردم سایه جمال الهی است سایه حقیقته ارز کرده بودم جای دیگه در تفسیر دیوان شمس شما وقتی به درخت نگاه میکنید و انقدر زیبا میبینیدش مولانا میگه این سایه عالم ملکوته وقتی خودش انقدر زیباست ببینید اصلش چیست شما نباید درگیر این سایه بشید بنابراین این فرع اصل جمال الهی است بنابراین کسی که درگیر این موضوعات میشه و درگیر زیبایی هایی که در این عالم محسوسات میبینه میشه عملا مثل همون سیاد نادانه میبینه این زیبایی ها رو خوشش میاد تحریک میشه میره پی کسب منفعت میره پی کسب قدرت و خب نتیجهش این میشه که تیر اندازد به سوی سایه او ترکشش خالی شود از جستجو وقتی اینها براش جذاب به نظر میرسن این چیزهای دنی و میرا بنابراین درگیر این سایه ها میشه و شروع میکنه به سمت اونها تیر انداختن و اونقدر به این کار دامه میده که این تیردانش خالی میشه و خب این تیر چیست؟ این تیر لحظات و ساعات عمر گرانمایشه بیهوده تلفشون میکنه عمر به پایان میرسه در حالی که آخر سرم به اون پرنده مراد نمیرسه اینجا لازمه موضوعی رو هم ارز بکنم خدمتون پر بیراه نیست اگر ادعا بکنیم نگم تمام عرفا شاید بهتر باشه بگم اکثریت قریب به اتفاق عرفا از پستان فلسفه افلاتون شیر خوردن فلسفه افلاتون و اون مثال عمیق و جذاب غار افلاتون که فکر کنم یه بار در یکی از پوست براتون توضیحش دادم شاید شنیده باشیدش افلاتون میگه آدمیان مثل قارزاده هایی هستند که وقت نکردن بیرون و قار رو ببینن حالا یا اونجا زایده شدن یا بنا به هر دلیلی بیرون رو ندیده اونجا اسیر هستن و به نحوی بسته شدن که فقط چشمشون به سمت قاره یک منبع نوری از این درگاه قار به داخل میتابه فرض بکنید یک شیعی هم پشت سر اینهاست خوب تجسم بکنید این چیزی رو که عرض میکنم فرض بکنید شما رو به دیوار یک قار هستید یک شیعی پشت سر شماست و یک نوری هم از دریچه قار میتابه به این شیع و سایش رو شما فقط روی دیوار میبینید و شما عمری با این سایه ها زندگی کردید حالا یک نفر از این قار فرصتش رو پیدا میکنه که بگریزه از این وضعیت و بره بیرون یا از روش برمیگردونه میبینه اینی که داشتیم تخمین میزدیم سایش رو روی دیوار این جسم اینیه که اینجا بود و خب چی باعث میشه که این رو ما ببینیم این سایه رو ما ببینیم یک نوری که این نور چیست همون نوری که از دریچه غار به داخل تابیده میشه اون فرصت رو پیدا میکنه که از غار بره بیرون و میره بیرون و جهان دیگری رو میبینه ببینید تمام این چیزی که داشت میدید امتداد پرتوها و سایه ها بودند که داشت میدید حالا این فرصت رو پس از دیدن این جهان پیدا میکنه این واقعیت پیدا میکنه که برگرده به غار و به بقیه توضیح بده اما بقیه او رو محکوم میکننش به توهم چون نمیتونن بپذیرن وقتی دائما درگیر این سایه ها بودن و با این سایه ها زندگی میکردن این مثال قار افلاطون هست خیلی گسترده تر از این چیزاست که عرض میکنم خدمتتون اما میخوام بهتون بگم که چقدر تحت تاثیر بوده دیدگاه اورفا نسبت به این مثال افلاطونی ترکش عمرش توهی شد عمر رفت از دویدن در شکار سایه تفت میگه این تیردان عمر سیادی که درگیر این سایه ها هست خالی میشه از بس دنبال سایه و دو از دویدن در شکار سایه تفت عمرش به پایان رسید تمام میشه میدوه 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 در انتها هم به واقعیت نمیرسه و در درگیری برای شکار همین سایه که هیچ وقت هم نمیتونه شکارش بکنه از بین میره سایه یزدان چو باشد دایه اش وارهاند از خیال و سایه اش و اینجا دوباره اشاره میکنه به اینکه کسی در این مسیر قدم میگذاره نیاز به مرشد داره این مسیر مسیر دشواری است که سایه یزدان چو باشد دایش اگر کسی که در این مسیر قدم برمیداره سیادیه که میخواد حق رو سید بکنه میخواد چشمش به اون جمال الهی باز بشه اگر راهنما و مربی این سایه ولی خدا باشه کسی باشه که در این مسیر مرتبتی داره اون رو از دام این خیالات و سایه ها جدا میکنه وارهاند از خیال و سایهش اینجا سایه یزدان کنایه از دان، ولی خداست و سایه بودنش هم به این جهته که از خودش وجودی نداره و این هرچه هست رو از آفتاب حقیقت داره میگیره او هم سایه است اما سایه ای از حقیقت هست دایم از این روه که مریدان رو با شیر عرفان میپرورونه وقتی با این شیر پرورش پیدا میکنند شیر عوالم عرفانی تدریجا از این وهمیات که در عالم محسوسات باش دست به گریبان هستند رها میشن حالا جلوتر تا ابیات بعدی مجددا مولانا مثل باقی ابیاتش در مصنوی معنوی تا الان با هم خوندیم و بعدا هم در پستهای آتی هم خواهیم خوند دائما اشاره میکنه به اینکه شما در این مسیر نیاز دارید که به یک مرشد اقتدا بکنید سایه یزدان بود بنده خدا مرده این عالم و زنده خدا میگه این سایه یزدان که در بیت قبلی گفتم سایه یزدان چو باشد دایش اگر یک مرشدی دایه او باشه و شیر عرفان به این سیاد بده او رو از عالم خیالات در میاره از این خیالات متصل در میاره اینجا توضیح میده سایه یزدان بود بنده خدا این سایه یزدان که میگم همون مرد کامله که برای او شمس تبریزی بود میگه این سایه همون سایه خدا منظورم مرشد هست او خودش رو هم از او, او سایه خدا اون مرشد هم منیت نداره بنابراین وجودی از خودش درک نمیکنه خود نداره خودش رو هم سایه خدا میدونه و چنین شخصی همچین مرشدی اگر بیابید مرده این عالم و زنده خداست در این عالم مرده است درست چشماش باز اما درگیر این عالم محسوسات نیست و زنده است به جمال الهی دامن او گیر زودتر بی گمان تا رهی در دامن آخر زمان کسی که دنبال این سایه ها داری میگردی کسی که سیاد و شکارچی این سایه ها این خیالات متصل این موهومات این درخواست های نفسانی این منافع مادی که در این جهان محسوسات برای خودت متصور هستی ای کسی که شکارچی اینها هستی ای کسی که در حال پیروی از فرامین نفستی این رو کنار بذار برو و مرشد راه حقیقت یکی از این اولیای خدا رو پیدا کن و دامن اون رو بگیر که از بلایی که اونور در آخر و زمان قرار سرت بیاد در امان باشی حالا شاید در آینده پرداختیم به این نوع نگاه عرفا و ادیان سامی ادیان سامی و عرفا خب به جهان بعدی هم معتقد هستند اتفاق نظرهایی دارن اختلاف نظرهایی هم دارن که در آینده مولانا بهش اشاره کرده بعدا بهش اشاره میکنم اینجا فعلا مستقیما داره مولانا به این موضوع اشاره میکنه که اگر قرار باشه این عمر کوتاهت رو در این در حقیقت عالم محسوسات هدر بدی و از مسیر شناخت حق قافل بمونی قرار نیست اونور هم عاقبت جذابی جلوی چشمت باشه کیف مد زل نقش اولیاست کو دلیل نور خورشید خداست این اشاره میکنه به آیه 45 و 46 سوره فرقان اگر اشتباه نکنم که بیان شده در اون که بشر اگر سایه رو میشناسه برای اینه که ما آفتاب رو خلق کردیم مولانا از این استفاده میکنه و در حقیقت سایه رو دلیلی بر وجود خورشید میدونه میگه بنابراین این ولی خدا همون فلسفه افلاتونی که عرض کردم مثال غار افلاتون هستین هم میگه اگر ولی خدا نقش سایه رو داره بازی میکنه این مرشد راه طریقت که باید دست در دامن او داشته باشید تا عاقبت به خیر بشید در حقیقت میگه این وجود ولی خدا به شما اثبات میکنه وجود این سایه به شما اثبات میکنه که نوری هم هست بنابراین اگر ولی خدا سایه است نور خود خداست و شما اگر خوب به سایه ها دقت بکنید اگر مثل اون آدمی که در غار افلاتون فرصت این رو پیدا کرد که برگرده و به سمت نور بره و با عالم حقیقی که اون افلاتون ازش با, با نام عالم مسول یاد میکنه به اون عالم حقیقی دسترسی پیدا بکنید اگر آگاه باشید از این سایه میتونید به نور برسید در بیت 426 هم میگن در این وادی مرو بی این دلیل لا احب الافلین گو چون خلیل خلیل اینجا اشاره به حضرت ابراهیم میکنه بهش گفتن ابراهیم خلیل میگه در این وادی ان در این وادی یعنی مسیر سیر و سلوک میگه در این وادی اگر میخوای قدم بگذاری بدون این دلیلی که گفتم نکن این دلیل همون سایه خدا یعنی ولی خدا یعنی مرشد هست میگه اگه میخوای در این وادی قدم بگذاری بدون مرشد این مسیر برای تو غیر ممکنه بارها عرض کردم خدمتون در مصنوی معنوی بارها تاکید بر این موضوع میکنه که نی حدیث راه پرخون میکند این مسیر مسیر صعب العبوریه به تنهایی نمیتونید ازش رد شید مگر اینکه یک مرشد داشته باشید میگه بدون مرشد در این مسیر قدم مگذار ولا اوهب آفلین گوچون خلیل و مثل حضرت ابراهیم از معبودهایی که افول میکنن دوری کن اشاره میکنه به همون داستانی که حضرت ابراهیم میره بین خورشید پرستان و شب که میشه میگه این کون خداتون کو بعد میگن که خب الان افول کرده غروب کرده فردا صبح در میاد و اونجا میگه لا اوه آفلین میگه میگه من معبودهایی که افول میکنن رو دوست ندارم و رو برمیگردن ازشون میگه شما هم درگیر این مادیات جهان نباشید اینا همه خیالاتی است که یه روز افول میکنه لا احب بل آفلین باید بگید و روتون به سمت حق باشه روز سایه آفتابی را بیاب دامن شه شمس تبریزی بتاب اشاره میکنه به همون موضوعی که ارز کردم شما سایه را اگر ببینید و هوشیار باشید میتونید از طریق اون سایه و از جداره های اون سایه و تصویری که محیط اون جسم رو برای شما تشکیل داده برید و خود جسم رو پیدا بکنید اینجا بزرگترش میکنه میگه از این سایه یعنی به واسطه این سایه و مرشد راه طریقت و این راه نما شما باید برید و برسید به خود نور میگه روز سایه آفتابی را بیار بر از سایه یعنی همین ولی و مرشد آفتاب رو پیدا کن که به این وسیله به خدا برسی و اون سایه برای مولانا همینطور که میگه دامن شه شمس تبریزی به تاب و اون سایه‌ای که باید بری دنبالش که توسط اون به خدا برسی همون شمس تبریزی است و در بیت آخری که در این قسمت براتون میخونم میگه ره ندانی جانب این سو و ارس از زیا الحق حسام الدین بپرس ارس که کردم همون محفل روحانی هست به معنای عروسی هستم و محفل روحانی است میگه اگه مسیر رسیدن به یه همچین زیافت و مجلس روحانی رو نمیشناسی ره ندانی جانب این سور ارس از زیا الحق حسام الدین بپرس اون رو از حسام الدین چلبی بپرس راجب حسام الدین هم فکر میکنم در قسمت های ابتدایی صحبت کردیم مصنوی اصلا به حسامی نامه یا حسامی نامه معروف هست چون به درخواست حسام الدین چلبی نوشته شده ده سالی رو در خدمت مولانا بود و منظومه های عطار رو خونده بود منطق و تیر عطار رو خونده بود و سنایی رو هم همینطور و از مولانا میخواد که این مفاهیم عارفانه و این مسیر سیر و سلوک رو در قالب این اوزان بیان بکنه و یک مصنوی بگه و این کار رو هم مولانا میکنه بنابراین اصلا مصنوی به واسطه یه درخواست حسام شکل میگیره که اینجا هم نامی ازش به میاره امیدوارم لذت برده باشید از این پست هم در بخش بعدی مولانا میپردازه به مقوله به نام حسد و حسادت به همین جهت تا همین نقطه خوندم که این مفاهیم منفصل بشه از هم و در قسمت بعدی به نگاه مولانا به حسد بپردازیم و ببینیم که بابت حسادت باید چه بکنیم برای اینکه اون پست رو هم از دست ندید اگر هنوز کانال رو سابسکرایب ندید سابسکرایب بفرمایید و زنگوله کنارش رو هم بزنید بقیه شبکه های اجتماعی ما رو هم اگر دوست داشتید لذت می‌بردید بردید میتونید فالو بکنید لینک همش در دیسکریپشن هست با یک کلیک میتونید درشون عضو بشید در حقیقت رشد مجموعه ما کمک میکنه و اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پویت رو داشتید اگر داخل ایران هستید میتونید از لینک آی دی پی و اگر خارج از ایران هستید از لینک پی پل استفاده بفرمایید و همیاریتون رو به دست ما برسونید بسیار به ما کمک خواهد کرد در پست بعدی هم ببینمتون به سلامتی